بدنبال نگرانی فعالان حقوق بشر در مورد سرنوشت الهه دلاورزه دختر یکی از جنرالان پیشین امنیت ملی، دیدبان حقوق بشر از دیپلمات‌های بین‌المللی در کابل خواسته که باید بیدرنگ در مورد محل اختطاف و وضعیت سلامتی او بررسی کنند. این نهاد از شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل خواسته که موردهای مشابه را بررسی کرده تا بدانند که چه تعداد الهه ها در افغانستان هستند. از سوی هم دیدبان حقوق بشر انتقاد دارند که امارت اسلامی به گونه هدفمند ساختار مبارزه با خشونت در برابر زنان و دختران از جمله برنامه های کمک های حقوقی و واحد های دادستانی تخصصی از کشور را برچیدند. خواستها برای بررسی فوری محل بدوباش و وضعیت سلامتی الهه دلاورزه‌ای. در ادامه نگرانی فعالان حقوق بشر در مورد سرنوشت الهه دلاورزه‌ای، اکنون سازمان دیدبان حقوق بشر از دیپلمات‌های جهانی در کابل خواسته تا به گونه بیدرنگ جویای محل اختطاف و وضعیت سلامتی الهه شوند. این سازمان همچنان از شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل خواسته تا موردهای مشابه به پرونده الهه را نیز بررسی کند. باید بدانیم که چه تعداد الهه ها در افغانستان هستند و روشن نیست که چند مورد از ازدواج های اجباری و تجاوز جنسی هنوز شنیده نشده است. جای تعجب نیست که یک مقام طالبان با خیال راحت ازدواج اجباری، تجاوز جنسی، فلم برداری و باجگیری کند. در همین حال دیدبان حقوق بشر تاکید دارد که مقام‌های حکومت کنونی به گونه نظاممند، ساختارهای مددرسان و مبارزه با خشونت در برابر زنان و دختران را مسدود کردند. به گفته این سازمان، اینک پناهگاه‌ها، برنامه‌های مددرسان حقوقی، واحد‌های ویژه دادرسی و دادگاه‌هایی که قانون منع خشونت علیه زنان را تطبیق می‌کردند، همه از بین رفتند. مورد که امارت اسلامی پیش از این پیوستان را رد کرده است. پر دغدغه ترین دوره تاریخی، تار آرام ترین دوره تاریخی، تبعیض نظامند بر علیه زنان وجود داشته و برهی آخر نشان دهنده شکل حادی از تبعیض سیستماتیک بر علیه زنان افغانستان بوده است. زنان افغانستان با گذشت هر روز بیشتر از دیروز شاهد محرومیت و محکومیت روزافزون به دلیل جنسیتشان هستند. قطعا خانم الهه آخرین قربانی محرومیت و محکومیت نخواهد بود اگر طالبان واقعا باورمند به تأمین عدالت و دفاع از حقوق زنان افغانستان هستند. باید به گونه کاملا بی‌طرفانه این قضیه را مورد بررسی قرار بدهند. الهه دختر دانشجویی است که اخیراً سعید خوستی، سخنگوی پیشین وزارت داخله را به تجاوز و ازدواج اجباری با خودش متهم کرده است. او با نشر ویدیویی که خود را در آن دختر یکی از جنرالان پیشین امنیت ملی معرفی می‌کند، می‌گوید که سعید خوستی او را شب هنگام مورد ضرب و شتم قرار داده است. سعید خوستی ازدواج با الهه را تایید کرده، اما گفته است که 6 ماه پیش به درخواست الهه با او ازدواج کرده و پس از آن که فهمیده او مشکل عقیده و باور دارد، او را طلاق داده است.